بل نماند شفیق الله سلیم پویا. بله، آقای پویا به جایگاه تشریف میارن و بسیار کوتاه در 30 ثانیه درباره پیشینه‌ای که دارین بگوین آقای پویا، بعد میریم روی برنامه‌هایی که دارین برای رفتن به مجلس. بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما، درود بر مهمانان معزز و همچنان نامزد وکلایی که اینجا تشریف دارن. سلام تقدیم احترامات دارم خدمت تمام بیننده های عزیز شما. شفیق الله سلیم پویا هستم، متولد کابل، لسانسم ژورنالیسم است از پنتون کابل، ماستری اول علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، ماستری دوم روابط بین الملل از دانشگاه خاتم النبیین، فعلا محصل دکترای خود هستم به گونه فاصلوی در هندوستان در مطالعات مدیریتی با تخصص در اداره عامه و همزمان محصل ماستری سوم خود هستم در دانشگاه دنیا در اداره پالیسی عامه. بسیار خوب آقای پویا، چی چیزی شما را واداشت، امی انگیزه از کجا پیش شما پیدا شد که باید وارد پیکارا شوین و برین به مجلس؟ ما کم متفاوتر میخوایم این موضوع را بیان بکنم. برخلاف تمام نامزد وکلایی که اینجا حضور دارن و دیگه نامزد وکلایی که همیشه میگن مردم وادار ساخت ما را، مردم به شکل از اشکال از ما تقاضا کرد. ما جوانی هستم که شاگرد مکتب سیاست هستم، تصمیم خودم است، اندیشه خودم است، بر اساس درسی که خواندیم، دانشی که آموختیم میخوام وارد کارهای سیاسی شم و برای ایجاد کارهای بزرگ سیاسی خود ما پارلمان مسیر انتخاب کردیم، میخوایم برم از مجرای پارلمان. بله، در کوم استون زول پر مدزان نماند کردی تر حلری چه دول تر پارلمان تا زن سر وردی؟ ببینید، مشکلات عمده در جامعه ما بسیار زیاد است. ما اگر از مشکلات ببینیم در داخل پارلمان، بحث مسائل قومی هر لحظه دامن زده می شد میان نامزد وکلایی که در داخل مجلس بودن، حتی یک هم سنفی بالای دیگه هم سنفی می تاخت و به شکل از اشکال موضوعات قومی را دامن می زدن. ما با عنوان نامزد وکلای جوان قبل از اینکه وارد مجلس شیم با یک تعداد بسیار زیاد از نامزد وکلای دانش آموخته از ولایات مختلف از گزینه های بروز ارتباطات استفاده کردیم، با ایشان تماس گرفتیم و نشستیم صحبت کردیم. ما یک تیمی را شکل دادیم در چارچوب یک فرکسیون پارلمانی، هنوز قبل از اینکه ما وارد مجلس هم شویم تفاهم کردیم با هم که ما میخواهیم در قالب یک تیم وارد مجلس شویم از ولایات مختلف افغانستان و بتانیم فضایی را داخل مجلس با اونان هم صنفی ایجاد بکنیم که فردا نامزد وکیل قندار ما بخیر که وارد مجلس شد بعد در حوزه مشکلات قندار بحث نکنه. نامزد وکیل ما مشکلات نامزد وکیل قندار ما یا وکیل قندار ما مشکلات بدخشان را بیان بکنه، وکیل بدخشان ما مشکلات پکتیکا را بیان بکنه، وکیل پکتیکا مشکلات دایکندی را بیان بکنه، تا ما یک فضای همدیگر پذیری و همدلی واقعی را میان دغه فضا د جوړول لپاره څه پلان لري، څه ډول دغه فضا را منځ ته کوي، چیګونه به میان میای نه می فضا؟ بدون شک وقتی که ما وارد مجلس شدیم، ما از قبل تفاهم با هم داریم در چارچوب لایحه وظایفی که مشخص داریم. ما با امانه که جناب رومان صاحبم گفتن بس تصویب قوانین، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد حکومت است. ما قبل از اینکه وارد مجلس شیم زمینه سازی کردیم که ما در داخل مجلس ما بینیم تو یک تیم نیاز داریم و در چارچوب یک فرکسیون پارلمانی میخوایم کارهای بزرگ را در چارچوب لایحه وظایفی که مشخصا در پارلمان است برای همه هویداست ما انجام بدیم. آقای پویا، نظر شما در مورد مسئولیت قضایی که نمایندگان مجلس دارند چی است؟ بسیاری ها به این نظر هستند که از این می مسئولیت سوء استفاده های صورت گرفته و نمایندگان به نحوی بر منافع گروهیشان یا شخصیشان استفاده کردند. آیا نیاز است که این می مسئولیت قضایی یک بازنگری شود؟ از دید شما اصلا میپردازین به این موضوع یا خیر؟ ما به عنوان یک نامزد وکیل اگر خدا خواست وارد مجلس شدم بدون شک، اما طوری که شما گفتین مسئولیت پارلمانی برخی از وکلا به عنوان یک هیولای آمده که حداقل اونا میتونن تمام موضوعات در چارچوب مسئولیت پارلمانی بر خود مسئول دارن. این قانون باید دوباره اثر بازنگری شوه و تعدیلات دهی بیاد تا حداقل مردم بفهمند دیگه وکیلی که وارد مجلس میشه در فقط زیر واژه مسئولیت پارلمانی تمام کش قوس های خود پنهان نکنه. حداقل ما شما میبینیم امروز که خیلی کسا میخوان وارد مجلس شون، یکی از گزینه ها همو مسئولیت پارلمانی است. اینا میخوان به شکل از اشکال تمام کارتکرهای خود در چارچوب همو مسئولیت پارلمانی مخفی نگه دارن و به هزار یک اعمال دست بزنن. بله. شما یک جوان هستید و تا فعلا تجربه مجلس هم ندارین، حاضر هستین که اگر وارد مجلس شدین چیزایی که وعده دادین امروز تا امروز به مردم عملی نشد دوباره ترک کنین مجلس و بگین که خب من نتونستم؟ بدون شک، ما به عنوان یک نامزد وکیل جوان ما میخواهیم در کل بحث وکالت امانا مسند خدمتگذاری است. ما میریم برای خدمتگذاری، ما میخواهیم خادم مردم شویم. اگر ما نتونیم خادم مردم باشیم به معنای واقعی آنچه
اراده واقعی مردم است ما در اونجا تمثیل بکنیم بدون شک حاضر هستیم مبتنی بر قانون وقتی که آدم رأی میگیره نمیتونه در وسط را بیا پس دوباره استعفا بده داغم پلندول بندور راتو است د پارلمان موجودیت ته هواد لپاره څومره ارزښت لري در نظام های دموکراتیک بحث قوی مقننه از جایگاه خاصی برخوردار است و شما میفهمین در چارچوب لایحه وظایف قوی مقننه در نظام های دموکراتیک داره این خودش تعریف میکنه جایگاه پارلمان که پارلمان در کجاست بحث تصویب قوانین است تصویب بودجه است و امان و نظارت بر عملکرد حکومت است ډیره مننه پویا سیر ساس لرا تاکس سلیم پویا بسیار زیاد خوش آمدین